آقای میلاد، سلام و درود میفرستم به دوستان عزیزم. من بیشتر کارم با آقای ناصر بود که یه جورایی خواستم با اون بحث کنم و خواستم بگم که من یک جوان 20 ساله که آتئیستم هستم، خواستم بگم واقعا منی که تو همین قرآن سوره محمد آیه 4 که پی ای کافران رو نقد میکنن، کافران بدن فلانن، و حالا خیلی هم کسایی هستن که در تعریف این اسلام گل و بلبل که هیچ جوره هم نمیتونن ثابتش کنن، یا مثلا از الله صحبت میکرد که اولا که باید بیاد الله ثابت کنه که فکر نکنم بتونن. خواستم بگم که دینی که ضد خلاف ارزش های انسانیه، دینی که انسان ستیزه، دینی که نگاهش نسبت به زن، نسبت به حیوان حتی بده، خطرناکه، ما باید واقعا یه کاری بکنیم که این دین رو ریشکن کنیم. حالا خیلی یه جورایی که نگاهشون به همین جمهوری اسلامیه که جمهوری اسلامی میره نمیمونه، ولی مشکل اصلی ما دینه، دینی که باید بره. نمونش هم دیدید، مسلمان ها حالا فرقی نداره تو اروپا میخوان باشن، تو ایران باشن، کلن این رگ سادیسی میشون همیشه فعاله. دیدید همین فرخوند به ملک زاده تو کابل که گرفتن، حالا سلاخیش کردن، سوزوندنش، بعد خیلی هم بال اومدن قرآن بوسیدن که به فتح بارک الله بگیرن، و حالا به تشویق مسلمانان خدایی نکرده مثلا بگن که چی، ما قانون خدا رو رعایت کردیم و اجرا کردیم. منم واقعا خیلی صحبت دارم و خیلی میخوام هم حرف بزنم، ولی متاسفانه از سر کار هستم نمیتونم زیاد حرف بزنم. انشاءالله در برنامه بعدی بتونم با هم حرف بزنیم. مرسی. ممنونم ازت میلاد عزیز. محسن، آره میکروفون تو باز کرده بودی، بفرمایید. بله دوستان، داشتم گفتن که آقا ما باید نقد و انتقاد بکنیم به جای توهین. ببینید در مسائل معمولی که شما تجلیل و کرامت ندارید، شما میتونید نقد و انتقاد بکنید، و نقد و انتقاد به این معنی که ما به اون موضوع بررسی و شناسایی کامل بپردازیم. اما در مورد اسلام و کل ابیان و چیزایی که تجلیل و کرامت بیش از حد دارن، ما لازمه که توهین بکنیم، یعنی لازمه اونو به سطح معمولی بکشیم تا بتونیم مثلا نقد و انتقادش بکنیم. یعنی الان ما هر چی در مورد اسلام میگیم، نمیگن نقد و انتقاده، میگن توهینه. یا اصلا قبول ندارن که ما نقد و انتقاد داره میکنیم. مسئله بعدی که میخواستم بگم این بود که ببینید این من بعدم مزاحم میشم یه چند لحظه دیگه. اشکال نداره محسن جان، بمون بالا تو دوره دیگه، تا آخر باید صحبت کنن دوستان، تو دوره بعدی برمیگردیم بهت. سخشامه عزیز، درود، وقت شما بخیر، عرض ادب و احترام به همه. ببینید بحث اینجا توهین به عقایده، حالا هر عقیده ای، لزوما اسلامی نیستش، هر چی هست، اما عقیده کسی وقتی تبدیل شد به یه چکش، خورد توی سر من و شما، 100% باید به اون عقیده توهین کرد. موضوع شخص نیست، موضوع باوره، و مخصوصا وقتی اون باور پشپندش یه سری خرافات داره که انسانها رو درگیر میکنه، 100% باید بهش فوش داد، باید به گن کشیدش، باید کشیدش از آسمونها، چون اینا همیشه هممون میدونیم همه چیز رو به آسمانها و به یه الوهیتی بهش میدن، باید بکشونیش پایین، زمینیش کنی، جندش بزنی و قبحش رو بشکنی. ببینیم من خودمم، من مازیار توی تریلیم که هستم، مثل الان که هستم، و توی اینستاگرام وقتی لایو میذارم، وقتی به مدت 3 سال به عقاید اینها فوش میدم، مخاطب من یک چیز رو میبینه، مخاطبی که یک اون با این باور بزرگ شده که هر کس به اینها توهین کنه سوسک میشه و موش میشه و فلان میشه و چی میشه، میگه این مازیار 3 سال توی این جاده ها داره میرونه، از تو در بغل دره و کوه و همه جا هیچیش هم نمیشه. پس یک چیزی این وسط غلطه.
این وسط اون چیزی که غلطه باورهاست. هیچ کدوم از اونها، نه فاطمه زهرا، نه حسین، نه علی، نه علی ابن ابی طالب، نه حسن، نه حسن، هیچ کدوم اینها هیچ قداستی پس نداشتن. به عقیده ای که حالا یه جا میشه یه بحثی هستش که یه نفر یه عقیده داره برای خودش، هندوه، شینتو، به شینتویز باور داره، برهمان، هرچی که هست، ولی باورش رو نیومده حقنه بکنه به من، نیومده بگه تو باید بر این باور باشی. ولی یه جایی هست مثل ایران که اون باور دست حکومته، تلویزیونش داره یه بودجه میذاره، بودجه من و شما رو داره میذاره برای اشاعه اراجیف جفنگیات. 100% باید ببینید الان اینو گوش کنید شما لطفا کوتاه. دنگ با همین اوضاع کرونا شفا میده؟ سخت در این بیمار کرونایی ها؟ من خودم یکی من ها 33 روز به دستگاه وقت فقط تربت امام حسین بجوتم. آره تربت امام حسین. من ببخشید حالی بود آقا سوچه. آره بعد من او تربت امام حسین رو من تو جای خودم تو خونه خودم من به روش خیلی کارا میکنم، نه روی اون، رو سر بریده امام حسینم این کارو میکنم. من همه این کارا چرا؟ چون توی بیشرف نشستی داری باورهای دروغ و غلطت رو داری به من حق نمیکنی. من مازن اینجا برمیگردم میگم بیشرف، گه مسلمان، کفدار مسلمان، به سگ توهین نمی کنم، کفدار مسلمان، بی شرف، تو این همه آدم رو داری میبینی، کادرهای درمانی پزشکی دارن میمیرن، همه اتفاقا داره میفته، بعد تو برمیگردی میگی تربت امام حسین. ببخش مازیا جان 15 ثانیه فقط زمان داری، اگه میشه جمعی هم بفهمه حتما فوش بدی. الان به مسلمانان توهین داره میشه یا به اسلام؟ اسلام، به اسلام. خب میگید سگ مسلمان، ما مسلمانیم، شما چرا اسلام رو بشید؟ من نگفتم سگ مسلمان، من نگفتم مدیره تو مسلمان. اگر گفتن قطعشون کنید. من گفتم کفدار مسلمان. هر توهین میکنه برادر من، داری توهین میکنه میسم اجازه بده، میسم میسم عزیز اجازه بده الان به شما میرسیم، یه 5 ثانیه که بیشتر نمونده در اصل چون بعد شما من مذهب نمیخواد دروغ گفتن کار آدم بیشرفه. دوست عزیز من اجازه بده تمام شد. نه 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 ببینید من فقط اگه میشه جنبندی بفهمید که سوال دوان دوست بعدی. اگر همین اتفاقات ما همین امکانات رو امروز که داریم تمام این تکنولوژی که امروز در اختیارمونه اگر در عصر ساسانی در اختیارمون بود و ظلم موبدان زرتشتی بود 100% به کار می گرفتیم بر علیه اونها. در ضمن همین اسلام همین ادیان بزرگترین بی احترامی رو در قبال ادیان دیگه کردن. ابراهیمی که بت شکن بود در واقع باورهای دیگران را شکن. پس ما هم تبر به دست میگیریم و باورهای غلط شما را بیشه کنیم. ممنونم. ممنونم جناب. سپاس گذارم. عذر میخوام آقای بابکی لحظه. ببینید دوست عزیز شما دور آقای سول. نه نه اصلا من میخوام خارج شم. فقط توضیح بدم خارج میشم. بید احمد خارج شین قبل از اینکه صحبت کنیم. من نمیخوام صحبت شما را الان خارج از نوبت بگیرم. پس توضیح نده خارج شو سول عزیز. الان حق شما نیست صحبت کنید. الان اصلا حق شما نیست. لطفا کنترل کنید. ازتون خواهش میکنم که بدون اجازه میکروفونتون رو غیر از مودریتورها کسی باز نکنه لطفا. من نشون رو فرستم تو اودیو. ببخشید دوستان عزیزم اگه صحبتی دارن و بعدش میخوان خارج بشن تحمل بفرماین نوبتشون بشه صحبتشون رو بفرماین و بعد خارج بشن. ممنونم یاسر جان. تو من یک چیز اینجا قبلش بگم. ببین ناصر عزیز، ناصر عزیزی که اینجا هست که عکس آقای خاتمی هم کنارشه، عرض کنم که مخالف عقیده ما رو داره اما واقعا یک چیزی در ایشون واقعا زبان زده، اینکه سکوت میکنه تا صحبت‌ها تموم بشه دوباره برمیگرده در زمان خودش صحبت میکنه. سایر دوستان هم اینو رعایت بکنن، اگر جایی هم بهشون توهین شد خواهشن تحمل بفهمن تا نوبتشون بشه. ممنونم مدیریتورهای عزیز از توضیحاتتون. ردیف سوم یا آقای علینامی هست کنار یغما، من فکر می‌کنم ایشون صحبت نکرده یا جوین شده نبودن. بله دوباره آره جوین شده بعد رفته دوباره اومده. آقای علی صحبت‌های شما رو می‌شنویم تا بعدش بریم سراغ میثم.
من صحبت کردم، عکس نداشت پروفایلم، یه عکس گذاشتم. بله بله، عکس سفید بودن. بله گولمون نزنید دیگه. بله دقیقا گولمون نزنید. آقا ایسان بفهمید. سلام میکنم خدمت همه دوستان. دوستان محترمی که به عقاید دیگران دوست دارن توهین کنن، یا اینجا ایرانه و این دوستان داخل مملکت بشن، رفتارشون طور دیگه ای. امیدوارم انقدر تحمل داشته باشن و انقدر منطق داشته باشن و انقدر هموطنانشون کنارشون نگه دارن که عقاید به فکر خود، به فکر خودشون خوبشون رو به همه تکثیر کنن و ما هم بشیم پیروانشون و مثل اونا که فکر میکنن خوبن خوب بشیم، که بتونن تو کشور با عقایدشون یه تفکر فکری و حکومتی رو ایجاد بکنن که دیگه مردم از توهین به دیگران نترسن. با این برخوردی که شما توی یه دونه اتاق کوچیک با هم انجام میدید و با هموطنانتون، به مردم میفهمید که قدرت دستتون بیفته همه مخالفانتون سینه دیواره. پس سعی کنید تفکرات خوبتون رو تکثیر کنید. حالا متن خودم، توهین به مقدسات چرا؟ این نکته را از آن جهت مطرح می‌کنیم که بسیاری از کسانی که در این وادی قرار گرفتند همواره بر ارزش‌هایی چون دموکراسی و آزادی و حقوق بشر تاکید می‌کنند و اصل این تاکیدات هم قطعاً محترم است. اما همین افراد وقتی به فلان کمپین موهن در فضای مجازی می‌رسند که مقدسات ده‌ها میلیون‌ها انسان را نشانه گرفته، به ناگاه همه آن ارزش‌های ادعایی خود را فراموش می‌کنند و به موج توهین می‌پیوندند. حال با نوشتن مطالب یا ارسال مطالب موهن قبلی به دیگران. جالب و البته تأسف‌بار اینجاست که اگر همین افراد خبردار شوند که در فلان گوشه دنیا مثلا به مقدسات پیروان بودا توهین شده، یا نماد تاریخی مردمانی در اسکاندیناوی یا مرشد فلان خانقاه و گروه درویشی در ایران مورد حتی حرمت قرار گرفته و مردم را آزرده خاطر کرده، برمی آشوبند که چرا ارزش‌ها و مقدسات و نمادهای محترم مردم مورد اهانت قرار گرفته، ولی خودشان همان کار را در فضای دیگر مرتکب می شود تا مصداق مرک خوب است اما برای همسایه شود. انسان قرن 21 قاعدتاً به حدی از شعور و درک اجتماعی رسیده که بداند در جهانی متکثر و در میان آدمیانی با عقاید مختلف و گاه مخالف زندگی می کند و اگر قرار باشد هر کس که تریبونی ولو در اندازه یک وبلاگ یا یک استدیوی برای خوانندگی به دست آورد، علیه مقدسات دیگران بگوید و بنویسد و بخواند، سنگ روی سنگ بند نمی شود و خون پشت خون و جنگ پشت جنگ سرنوشت محتوم بشریت خواهد شد. من عقاید موجود در بسیاری از مذاهب و آیین‌ها را اساساً قبول ندارم، کما اینکه آیینی مانند انتقال گناهان سالانه به بز و رها کردنش در بیابان اسپیس گات را به هیچ روی منطقی نمی‌دانم و نمی‌پذیرم. و آیا همدار میسم یهودیان تموم شد؟ می‌خوام 30 ثانیه وقت داری فقط خواستم. بله چشم. و آیا در حق دارم در جامعه یهودیان آنها را به خاطر این باور مذهبی مسخره کنم یا پیامبرشان را مورد اهانت قرار دهم؟ هرگز و هرگز. کسانی که به خود اجازه می‌دهند به مقدسات دیگران توهین کنند، لااقل ادعاهای مدرنی چون دموکراسی و حقوق بشر و غیره را نکنند و اعتراف کنند که انسان‌های نابالغی هستند که هنوز نتوانستند این نکته ساده را درک کنند که یک آدم به مقدسات دیگران توهین نمی‌کند. دوستان، با هر عقیده‌ای من مخلص همه شما هستم. شما هموطنانمی، می‌دونم این عقایدی که شما دارید نتیجه 50 سال یا 40 سال کثافتکاری یه سری افراد و یه سری افرادی که میخوان عقایدشون رو تو کله دیگران میکنن، ولی این متنی که خوندم و سعی کردم بنویسم که مزاحمتون. ممنونم از شما میسم. میسم جان، متاسفانه باورهای شما جان ما رو نشانه گرفته اگر توهین‌های ما فقط عقاید شما رو نشانه گرفته. اینو هرگز فراموش نکنید، این دو تا اصلا قابل مقایسه نیست. علی عزیز میشنویمتون. سویل عزیز کرمیت فکر کنم صحبتی داشت، کرمیت بذاریم صحبت کنم. آقای علی شهرمنده. ممنونم. در جواب آقای میثم، یکی فرمودن که در واقع شما کسانی که توهین کنن اکثرا خارج از ایران هستن و اگه تو ایران باشن فرق میکنه سیستمشون. من یه چیز شخصی فقط میخواستم بگم، الان من شاید در این لحظه درست میفرمایید من خارج از ایران هستم، ولی 10 سال پیش که من ایران بودم دقیقا همین طرز فکر رو داشتم، همین کارو میکردم، تو شبکه‌های اجتماعی فیسبوک چیزایی میگفتم، همینا رو مینوشتم، حتی یه مدت هم با اسم واقعی خودم مینوشتم.
حالا بعدن دیگه مقدار شرایط چیز شد، نظارت زیاد شد، سانسورینگ فیلترینگ و اینجور چیزا اومد، دیگه یه مقدار جمع و جور کردیم، دیگه به صورت مجازی دارم فعالیت میکنم. ولی به این صورت نیستش که مثلا فکر کنید ما مثلا تو ایران آدم های خیلی مثلا رواداری بودیم، اومدیم اینجا یه دفعه دیدیم مثلا محیط باز دیدیم فکر کردیم دیگه الان میتونیم تو این، نه همچین چیزی نیست دوست عزیز. چیزی هم که میفرمایید عقاید محترمن یا چیزای این مدلی، نه هر عقیده محترم نیست. شما الان همون مبانی اعتقادی خودتون رو در نظر بگیرید، ما انتقادی که شما از ما دارید میگید شما دارید به انسان ها توهین میکنید، به عقایدشون توهین میکنید، باعث انزجارشون میشید اینجور اینجور. ما نهایتا بدترین کاری که داریم میکنیم، داریم به چند تا کتاب قدیمی یا چند نفری که هزاران سال پیش مردن داریم توهین میکنیم. این نهایت ضربه ای که ما داریم میزنیم. شما چی کار میکنید؟ کتاب شما چی دستور میده؟ میگه بکشید، میگه غارت کنید، میگه تجاوز کنید، سرشون رو ببرید، دست و پاشون رو ببرید، نمیدونم با بچه سکس کنید، پدوفیلی، نمیدونم همجنسگرا ستیزی، نمیدونم زن ستیزی، تمام اینها رو دارید به صورت سیستماتیک رواج میدید. تمام مذاهب و به خصوص اسلام، اسلام کلن تمام مملکت ما رو نابود کرده، جوونی ما رو نابود کرده، زندگی ما رو نابود کرده، فرصتهای ما رو نابود کرده. بعد مثلا فقط اینها هیچ کدوم چیز نیست، هیچ کدوم مهم نیست، ولی مثلا به محض اینکه شما مثلا فلان کسکی که نمیدونم حالا هزار سال پیش مرده یک کلمه حرف بزنید، براتون یه دفعه میشه پیراهن عثمان. فکر این همه آدمی که دارن اعدام میشن، دارن کشته میشن رو نمیکنید، به خاطر اون یه دونه بوزی که نمیدونم وسط بیابون ولش میکنن نشسته قصه میخورید. این استانداردهای دوگانه رو بذارید کنار. شما حرفای منو دارید تعریف میکنید. من جامعه یهودی رو گفتم، نه دینی. شما هر دینی رو توهین کن، هر ما به همه مقدساتی رو توهین کن، مردمشون رو توهین نکن. مسلمان میکروفون تو ببند خواهش ممنونم. مثلا جان ما به همه به اصطلاح ادیان همین کار رو میکنیم. من اصلا هیچ رواداری برای هیچ دینش خاصی ندارم، برای به هیچ کدومشون برای من قابل احترام نیست. منتها اینی که تخصصا روی اسلام ما در واقع چیز میکنیم، به اصطلاح زوم میکنیم، به خاطر اینکه اولا با اسلام بیشتر از همه ادیان آشنایی و درگیری داریم. همونطور که مثلا فرض کنیم من فارسی توییت میکنم، ولی به خاطر اینکه ما زبانمون فارسی هست، با فارسی بیشتر از همه چیز داریم، وگرنه میتونم انگلیسی هم توییت کنم. ولی مسئله اینه که ما بیشترین ضربه از اسلام خوردیم تا بقیه ادیان. مسیحیت هیچ وقت به خودش انقدر اجازه نمیده که بخواد مثل اسلام توی همه چیز دخالت بکنه. شما هیچ وقت نمیدید کسی به خاطر کاریکاتور مسیح مثلا یا جوک ساختن رو به مسیح اعدام شده باشه. هیچ کس با فریاد یا مثلا جیزس کرایست خودشو منفجر نمیکنه توی یه بازار مثلا خودشو بهتره کنه با یه عالمه زن و بچه و آدم بیگناهی که هیچ ربطی به هیچ چیزی ندارن. شما باید نگاه کنید این اسلام داره چیکار میکنه، اونها رو ببینید. اگر واقعا باز هم روتون شد که بیایید ازش دفاع بکنید، بخواید باز هم واقعا بخواید به خاطر 4 تا مثلا توییت و 4 تا فوش بخواید مثلا واقعا اینجور پیرن عثمان پاره بکنید، دیگه واقعا انتخاب خودتونه. از نظر من واقعا خیلی غیر منطقیه. عذر میخوام دوستان. مرسی کرمیت جان. محسن آره صحبت تو اگه صحبتی داری بکن. این آقای علی تفلک مظلوم واقع شده، من فکر میکنم نوبت آقای علی باید باشه چون محسن آره، یه بار صحبت کرده اگر اجازه بدی. اوکی. آره، تا انتها بریم برگردیم. آره ممنونم علی جان، در خدمت شما. ممنون از وقتی که من دادین. ممنون از صحبتهای میثم عزیز. میثم جان با شخص شما نیستم، ولی سوالی که دارم من کلن از دوستای مسلمون بلخص شیعیانه. من دو تا روایت، دو تا حدیث رو برای شما میخونم، بعد شما ببینیم به کسایی که توهین میکنن حق میدید یا نه. روایت اول، پیامبر اسلام به علی میگه که ای علی، هر که من و تو و فرزندانی که از نسل تو هستن رو دوست دارد، باید خدا را برای حلال زادگی خود ستایش کنه، و هر کس که ما را دوست ندارد حرامزاده هستش. از کتاب اعمالی شیخ صدوق هستش. مطلع بعدی هم ام سلمه گفته که از رسول خدا شنیدم که به علی می فرمود تنها 3 گروه تو را دشمن هستن: ولد زناها که همون حرامزاده ها هستن، منافقین و کسی که مادرش در حال حیض به او حامله شده. روایت بسیار زیادی دیگه هم هست که خودتون قطعا میدونید. الان اصلا مشکل کسی غیر مسلمان هم نیست، شما اهل تسنن رو هم حرامزاده میدونید. زمانی که پیامبر شما به این صراحت کسایی که قبول ندارن پیامبر و اماما رو حرامزاده خطاب میکنه، واقعا در مورد اونها باید چیکار کنن؟
یعنی اونها باید چی بگن؟ شما خودتون رو بذارین جای ما، خودتون رو جا بذارین جای عقل تصنن، خودتون رو جای آتئیست، جای یهودی، جای مسیحی. از هر کسی که محبت علی و خاندان علی رو نداشته باشه حرامزاده است. چی باید بگن این دوستان در جواب شما؟ من خیلی خوشحال میشم که بگی که وقتی شما اینو میگین بقیه باید چی بگن؟ چرا فکر میکنین که ما داریم توهین میکنیم؟ چرا فکر نمیکنین که این جواب توهین های شماست؟ ممنون از وقتی که به من دید. ممنونم علی عزیز. جناب داریوش میشتبیم شما رو. درود به همه دوستان عزیزی که در اتاق هستن. سعی میکنم در این مدت زمانی که 2 دقیقه یا 3 دقیقه؟ 3 دقیقه. آره 3 دقیقه. این یه تجربه رو بگم از زندگی خودم، خیلی مختصر براتون میگم. من 62 سالمه و 33 سال از زندگیم رو در سوئد زندگی کردم و یه تجربه دارم از برخورد آدم‌ها با همدیگه، از اقوام و ادیان مختلف که در کنار هم زندگی میکنن و این جامعه چطوری مسئله رو در واقع باهاش برخورد میکنه، اینکه آیا توهین درسته، غلطه و چطور میشه از استکاک جلوگیری کرد و به سمت یک جامعه بدون تشنج رفت که درش بشه رشد کرد. امیدوارم منظورم متوجه شده باشید. ببینید، من طبق آماری که شاید خودتون بهتر از من میدونید، 76% مردم سوئد به هیچ نیروی مافوقی مثل خدا یا ماورا طبیعه اعتقاد ندارند. شما برید در هر اتاق هتلی که برید میبینید توی کشوی کابینت بغل تخت خواب یه دونه انجیل هست، چون دین اکثریت اون که افراد دیندار که میشه چند درصدی دین مسیحیه. خب این رو برای چی میذاره اونجا؟ و کسی هم به این توهین نمیکنه، کسی پارش نمیکنه، کسی آتیش نمیزنه. جواب خیلی خیلی ساده به این که آیا توهین به عقاید خوب بد یا زشت هست، میشه گفت بده. اما در جامعه ایران در این زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، دین، عقاید مذهبی لباس قدرت سیاسی پوشیده، اسلحه به دست گرفته و خواهر و مادر من و شما رو به زور توی وانت میندازه، عقیده مخالف خودش رو در خیابون به گلوله میبنده، دار میزنه، شکنجه میکنه، بی احترامی میکنه و فضاحت میکنه. یعنی زمانی که این عقاید لباس سیاست میپوشن و میان توی خیابون، اون موقع توهین به عقاید این افراد یک وسیله دفاعی محسوب میشه، یک نوع حمله متقابل محسوب میشه، بنابراین جایزه. حالا شما برید حدیث بیارید که انسان ها با هم لا اکراه من الدین فلان امثال هم همگی با احترام، نه خیلی اینطوری نیست. در حال حاضر در این بستری که صحبت میکنیم در ایران، عقاید این افراد لباس نظامی پوشیده و داره حق منو ضایع میکنه، حق شما رو ضایع میکنه و رواج خشونت میکنه. بنابراین من حق دارم که به این عقاید حمله بکنم. حمله من به این عقاید طبیعتاً توهین هست و موجهه. ممنونم از شما جناب داریوش. خواهش می‌کنم. آقای میلاد، قبل از آقای سهرامه قرار دارم. من فکر کنم شما هم رفتید و برگشتید. اگر صحبتی دارید می‌شنویم. مودریتورای محترم، من چون هم نفر به من نگاه صحبت میکنه، تاکید میکنه، به من وقت اضافی بدید جواب دور بعدی جواب. چشم آقای میسام، نه دور بعدی مال آدم های عادیه، من عادی نیستم، من هر نفر داره من مخاطب قرارم. من به شما وقت بیشتر قوانین همه گروه هاست. میسام جان، من خدمت شما، من وقت بیشتری به شما میدم، بذار نوبت شما بشه منظور میکنم. مخاطب ببخشید، وقت اینجا فقط مال شما نیست که به هر کس میخواید بدید. خب اسم منو نیارید، وقتم مال من نباشه، اسم نیارید. میسم جان میکروفون رو ببین. آقا حمید عزیز، میسم حق داره بچه‌ها. دوستان عزیز، بهش وقت بیشتر. آقا حتما سر نوبتش من زمان بیشتری بهشون میدم. بابک، هر کس میکروفونشو باز کرد بفرستش تو آدینس، چون که اینجوری کنترل از دست میره. و آقای میسم اینجا همه عادی هن، حتی من، حتی بابک، ما همه انسانی و همه برابریم. خانم عرض کردم اسم منو نیارید، میخواین تو آدینس کنید. اسم منو نیارید، اسم منو بیارید بعد وقت بدید.
سهیلا جان نفر بعدی. حتما. آقای میلاد. چرا مبتاویانس کردین؟ خودش گفت. گفت اسم من رو نیارید. اصلا اجازه نمیده باش صحبت کنیم. اوکی نفر بعدی خواهش. خودش بیاد بالا اگه صحبتی داشت. آقای میلاد. تشریف ندارین آقای میلاد. آقای سید. سلام بر دوستان بزرگوار. خیلی از بحث استفاده کردم. حالا من با حرفایی که دوستان در مورد توهین به عقاید صحبت کردن موافق نیستم، اما با توجه به شرایطی که در کشور ما و دیگر کشورهای خاورمیانه هست اونا رو درک میکنم. من این که به اصطلاح گفتم که قبلش عرض کنم، من مذهبی نیستم، یه ندانمگرا هستم. قبلا تو گروه های تلگرامی خیلی به مشکل برمیخوردیم، حالا هر کس میومد به عقیده اون یکی توهین میکرد و فلان و اینا، عده میگفتن که بابا باید به عقاید دیگران احترام بذارید. من معتقدم که هیچ ضرورتی نداره به عقاید کسی احترام بذاریم، ولی خب توهین هم نباید بکنیم. وقتی مثلا بین احترام نگذاشتن و توهین کردن به نظر من یه فاصله وجود داره. الزاماً این که من به عقیده کسی احترام نمیذارم دلیل نمیشه که من بهش توهین کنم. ما اونجا تو گروه های تلگرامی برای اینکه تنش رو کم کنیم گفتیم نقد خدا آزاد است اما توهین به هیتلر ممنوعه. حالا هیتلر برای ما چون یه 50 سالی هم گذشته یه سوژه پژوهشی هست، بذار باید به عنوان یه سوژه پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره. اگه بخوایم که توهین کنیم ممکنه روی نگاه پژوهشگرانه ما رو اون مسئله خیلی تاثیر بذاره. بعد ما یه موجودی هستیم که برساخته از دو نیروی عقل و هیجان هستیم. اگه اختیار خودمون رو به هیجانات بدیم طبعا اونجا عقل غایب میشه. اگر مثلا کاری رو مسلمان ها انجام میدن که مثلا ما اون رو توهین میدونیم، مثلا بالفرض میگن که اینا که دین ندارن نجس هستن، خب این کار بده، درسته؟ اگر ما هم مانند اونها و روی گفتمان اونها بیاییم یک سازه فکریمون رو بنا کنیم و بگیم که هر کسی مسلمان نجسه، خب این کار اونا رو انجام دادیم. من بارها به دوستان اپوزیسیون هم همیشه تذکر میدم، میگم گفتمان شما تقریبا مثل گفتمان آقای شریعت مداری تو روزنامه کیانه، منتها از یه سوی دیگه. بذار من به هیچ عقیده احترام نمیذارم، من توهینم نمیکنم و فقط نقد میکنم. یعنی توهین به نظر من یه اختلال در گفتگو. الان مثلا هر جایی که الان نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، حالا هر کسی ممکنه یکی مذهبی باشه، یکی آتئیست باشه، یکی ندانمگرا باشه، و هر طریق وقتی یه توهینی شکل میگیره دیگه اون گفتگو از منظر پژوهشی خارج میشه و به صورت هیجانی و شخصی در میاد و فلان اینا. نه ما احترام نمیذاریم اما توهین هم نمیکنیم. یاسپرس میگه که حقیقت نزد همه هست، لذا باید گفتگو شکل بگیره تا حقیقت چهره بنماید. یعنی از نظر او حقیقت یک پازلی هست که هر گوشهش دست یه نفره و اگه این گفتگو شکل نگیره اون حقیقت چهره نمیگشاید بر ما. لذا وقتی که ما توهین میکنیم تو گفتگو داریم اختلال ایجاد میکنیم. بازم عرض میکنم من به هیچ عقیده و باوری احترام قائل نیستم، ولی بازم به هیچ عقیده و باوری توهین نمیکنم. موفق باشید و شبتون بخیر. ممنونم از صحبتهای خوبتون آقای سید. دوستان ازتون توقع دارم که یکم آرامش جو رو نگه دارید، تعادل رو، و به هم نریزید. دونه دونه نوبت صحبت همه میشه، اینجا آزادی بیان حکم فرماست. فریال عزیز میشنویمتون. خانم سهیلا و آزادی بعد از بیان. بله بله فریال. سلام صدای من میاد؟ سلام، من اول می‌خواستم بگم که من خودم به شخص معمولاً خیلی رو اینکه توهین به عقاید فایده خاصی داره خیلی تاکید ندارم، ولی خب باز به قول دوستمون درک می‌کنم این ماجرا رو، یعنی حق میدم. یه چیزی که برای من تو صحبت‌های دوستان عجیب بود این بودش که هی مدام تاکید می‌کردن که اگر این عقاید در خانه نگه داشته بشن هیچ اشکالی نداره، در حالی که ما توی این جملات هیچ وقت فرزندان این خانواده‌ها رو که دارن توی خانواده‌های مذهبی زندگی می‌کنن در نظر نمی‌گیریم. ما آینده روانی این فرزندان رو در نظر نمی‌گیریم و حتی فرزندان این خانواده‌ها رو که خب به هر حال این عقاید به خاطر تعصب و ترسی که توی روان آدم ها میندازن روی آینده فرزندان این خانواده ها هست، واقعا حالت مخرب داره.
به طور مثال عرض میکنم خانواده مذهبی رو تمام موازین پوشش و حجاب فرزندان خودش کاملا اعمال دیکتاتوری و نظر داره. خانواده مذهبی فرزند خودش رو بعضا مجبور به خوندن نماز و روزه میکنه، اگر این کار نکنه تحت های روانی قرار میگیره بچه. خانواده مذهبی میتونه به طور فتالعین فرزند خودش و دختر خودش رو هدف قتل های ناموسی قرار بده. من میخوام بدونم از دوستم میثم بپرسم که تمام کشور جای کشور پر از خبرهای قتل‌های ناموسی سنگ روی سنگ بنده به نظرشون، طبق اون جمله‌ای که گفتن دوستم گفتن که یه آدم به عقیده دیگران توهین میکنه، آیا من ازشون سوال دارم یک آدم میتونه به کتاب مقدس ایمان داشته باشه که داخلش به جان آدم‌ها، به مال آدم‌ها هیچ محدودیتی براش قائل نیست، دستور تجاوز میده، دستور کتک زدن میده، آیا یک آدم بالغ به قول خودشون میتونه به چنین کتابی اعتقاد داشته باشه و معتقد باشه این کتاب از طرف الله هست، از طرف خداوند جهان هست و دیگران رو هم ملزوم بدونه که بخوان به اینها عمل بکنن؟ مورد بعدی یه مثال دیگه میخوام بزنم، قوانین دوچرخه سواری هستش که خانواده ها، من خودم به شخص همچه اتفاقی برام افتاد، یعنی دوست ندارم خیلی تجربه های شخصی بگم، ولی خب به حال ما هم جز فرزندان این خانواده ها هستیم که آینده ما به خاطر زندگی توی این خانواده های مذهبی نابود شد. واقعا رفتارهای خشونت آمیز که بازم اینها به نسل بعد قطعا منتقل میشه بیشتر موارد، مگر اینکه باز اون شخص با بدترین سختی ها بتونه خودشو از شر اون عقاید خلاص کنه، کما این که ما هنوز با این همه تلاشی که داریم نتونستیم از شر این عقاید خلاص بشیم. من میخوام بدونم که چطور نتونه اگر در خانه باشه مورد احترام واقع بشه. خیلی ممنونم از وقتی که دادیم. خیلی ممنون فریا جان، عالی بود، سپاسگزارم. من یه نکته کوچیک در ادامه، خیلی ممنونم از خانم فریال، من یه نکته کوچیک در ادامه صحبت شما تر تاییدش بگم. ببینید اینی که مطرح میشه به اصطلاح عقایدتون رو توی خونه نگه دارید، قطعا منظورمون بچه ها نیستن. اینی که در واقع میگیم، مثلا فرض کنیم میگیم یارو خودش اگه میخواد نماز بخونه، خودش میخواد روزه بگیره، خودش میخواد هر کار بکنه، اون یه انتخاب شخصی داره، میخواد به خودش گشنگی بده و یا مثلا هر کاری که میخواد بکنه، ولی یکی در جامعه وارد نکنه. یکی، من همون خودم مثالی که زدم گفتم، یکی از مصادیقش اینه که بچه 9 ساله رو وقتی مثلا بیدار میکنن میگن گشنگی بکش، این واقعا ظلم بچه است. ما اصلا نباید این رو در واقع چیز کنیم، جزء یک چیز خونگی، مسئله خونگی حساب کنیم. همونطور که مثلا فرض کنید توی خونه، الان شما توی جامعه آزاد ببینید، مثلا فرض کنید توی خونه در صدای مثلا گریه میاد، پدر و مادر دارن بچه‌شون میزنن، اینا ریپورت میکنن، میان اصلا بچه رو میگیرن از پدر و مادر، از طرف سازمان پوست نمیذارن در واقع شما با بچه بد رفتاری کنید. اینجور رفتارهای مذهبی هم، اجبار به حجاب، اجبار به نماز خوندن، اجبار به روزه گرفتن، اجبار به تعالیم مذهبی، اینها همه تعدی به حق بچه است، اینا مصداق کودک آزاریه. یعنی فقط تو جوامع اسلامی و جوامع مذهبی که ما اینقدر راحت سیستماتیک برخوردشون رو قبول میکنیم و عادیه برامون، مثلا تو ایران اینجور رفتار عادیه، تو جامعه آزادی به این حالت رفتار نمیشه. حتی الان تو خود فرانسه مثلا، حتی برای زیر 18 سال جدیداً قانونی که تصویب شده، حمل مثلا نمادهای مذهبی برای کسایی که زیر 18 سالن از جمله خود حجاب ممنوعه. یعنی اصلا کلا تا وقتی که بچه به سن بلوغ نرسیده، خانواده حق ندارن تحمیل کنن بهش که بخواد حتما مثلا تحت قانونهای مذهب خاصی بخواد رفتار بکنه یا بخواد نمادهای مذهبی درگیر اینجور مسائل بخواد بشه. قطعا اصلا در واقع اینی که بحث اگرم میشه که میگن تو خونه خودتون نگه دارید، قطعا منظور بچه ها نیست. ممنونم ازت. مرسی کرمیت جان. عذر میخوام، منم یه مورد خیلی کوچیک بگم. این که به قول آقا میثم که میگن اسم نبرید، کلن منظور این طرز تفکر، نه شخص خود آقا میثم احتمالا خیلی وقتا. اینم اگه دوستان رعایت بکنم ممنون. آقا دو تا میثم گفتی، دمت گرم، من 20 دقیقه وقت. آقای دوست بعدی بود اگه امکانشه. آقای خدا دوست بفرمایید. درود به همه دوستان عزیز، ممنون از این که به من وقت دادید. خیلی صحبت قشنگ بود، خیلی چیز یاد گرفتم. سعی میکنم هم توی صفحه جمهوری بی خدایان در فیسبوک و اینا زمان داشته باشم گوش میکنم. تا
تشکر میکنم اولش، بعد خدمتتون عرض بکنم که یه چند تا مسئله کوچیکه. این مسئله احترامی یا حرف زشت نیست. این مسئله را اگه ما نگاه بکنیم شاید 200-300 سال پیش هم در اروپا بودش، 500 سال پیش در اروپا بودش و همینطور که نگاه میکنیم الان هستش. این نقد و وقتی ما شروع میکنیم نقد کردن، خب درسته وقتی به اعتقادات یک شخص باشه به حالت بی احترامی میگیره. همین حالت رو طرفدارای فوتبال هم دارن، وقتی تیم فوتبالشون رو نقد میکنی فکر میکنن که داری بی احترامی میکنی. این چیزی نیست، این نقد، یعنی هر جوری هم باشه نقده، قبول بکنیم. بعد صحبت دوم این بودش که خود کلمه دین اسلام که کاری نمیتونه بکنه، این انسان ها هستن، حتی حیوان هم قبول نمی کنن این دینو. این انسان ها هستن که دینو قبول میکنن و دینو به اجرا در میارن. حالا همین بگم اسلام بد، کی داره دین اسلامو اجرا میکنه؟ اون شخصی که داره اجرا میکنه. من با دیدگاه سنی‌شیعه بودنش کاری ندارم، من با کار دیدگاه کار ندارم. این شخصه. در دینی که زن رو کلاس دو میشناسه به هیچ عنوان اصلا نباید دربارش فکر کرد. هنوزم که هنوزه درباره زنا وقتی صحبت میشه به عنوان یه وسیله دارن نگاه میکنن، به عنوان یه کشتزار دارن نگاه میکنن که یه دیندار میتونه ازش استفاده بکنه. در همین اروپا من خیلی راحت میتونم برم یه صلیب برعکس گردنم بذارم و برم داخل یه کلیسا، هیچکی نمیتونه من حرفی بزنه. این مسائل رو پشت سر گذاشتن. ایران هنوز خیلی کار داره. ناراحت این موضوع نباشید دوستان عزیز. به نظر من خیلی سریع پیش میره. تو ایران هم خیلی آتئیست هست که من باورم نمیشد. از همینجا به همشون درود میفرستم. اما اینا بی احترامی نیست. اینا نقد شدیدی که شما به چشم بی احترامی داری میبینی. و اون افراد هستن که دارن این قانونا رو اجرا میکنن. خیلی متشکرم از همتون، پاینده باشید. اگرم سوالی بود در خدمتتونم. ممنونم. البته من یه چیزی بگم، در همین اروپا را که مثال زدن، البته فقط نقد میکنن، خیلی هم تمسخر میگیرن. خیلی بارها دیدم مثلا به حساب برنامه های طنز یا استنداپ کمدی های مختلفی در مورد مسیح یا مریم دارن درست میکنن، پخش میکنن و هیچ اتفاقی هم براشون هم نمیفته. تو همین آمازون هم اگر برن سرچ بکنن هزاران کاستوم لباس های مسیح و مریم و اینا هم پیدا میکنن که برای هالووین اینا دوستان استفاده میکنن. خب دوست بعد دور دوم رو باید شروع کنیم دیگه بابک جان. بله آره اون بین هم آقا بسان سوال ایز محبتی زیادی شده بود که مخاطبشون این آقایی بود که ما اسمشو نبر ببریم. آره دوستان رعایت کنن اسم این دوست ما رو کمتر بیارن، چون مثل که الان واحد زمان به حساب میاد. چون میگه دو سه دقیقه وقت دارن، بیشتر قرار شد وقت بدیم بابک جان. شما خودتون تایمتون رو کنترل کنید. ممنون جانم. بله باشه چشم. بفرمایید دیگه جناب. حالا نوبت کی هستش سهیلا جان؟ گفتم دیگه آقای میسان. آقای میسان نوبت منه. خب آره بفرمایید. اولا که اولا خانم سهیلا خانم کمی میسان عزیز، من فقط قبل از برای شما 5 دقیقه وقت من حساب کردم. نه نیاز نیست، خیلی کم. نیاز من خواهم وقتمو بدم به آقای سرخجامه که من عاشقش شدم. سر نوبتشون اضافه می‌کنم. نه اضافه وقتمو بدید ایشون. خانم سهیلا کمی آروم‌تر. من مطالبه حقوقمو کردم. درست مثل جمهوری اسلامی قرار نیست گفتگو پذیرش حرف‌های شما باشه. پس یه خورده آرام‌تر. بعد شما چند روز پیش توی... نه دیگه الان حرف نزنید، وقت می‌گیرم از شما. چند روز پیش توی پیجی شما منو تشویق کردی و گفتی درود به شرفه. من عکسمو عوض کردم همونم. یه چیزی که دقت نکردید، من هیچ کجا نگفتم شیعه افراطی و فلان و اینا. من تقریبا هم عقیده شما. دوم اینکه دلاوری و مردانگی دوستم سرخجامه رو وقتی غیر خشن و بدون توهین میبینم واقعا میستایمش. همه حرف زدن اما ایشون طاقت آورد در سکوت و دیدنی و ستودنی بود. و یاد بگیریم انسانهای خودساخته و دلیر اینچنینند.
یعنی خودشونو میتونن نگه دارن، ولو اینکه چی خشمگین ترین افراد بشن. قتل ناموسی در مورد مذهب نیست، اصلا یه چیز متفاوت راجع به صحبت اون خانم که ازش رد میشه. در سال 1306 برای اولین بار در قم خانواده رضا شاه بعد حجاب حاضر شدن که با اعتراض توی حرم همون قم که با اعتراض مرحوم بافقی یکی از علمای شیعه روبرو شد و وی کتک سختی از رضا خان خورد و به شهر ری تبعید شد. روند کشف حجاب تا 17 دی 1314 به مدت 8 سال تعلیق شد به خاطر همین خشونت. خب بحث کثرفی و اقدام صریح او در نقد تشیع و اسلام از یک سو و رفتارهای تند و خشن قلمی و نیز اخلاقی وی از سوی دیگر سبب برانگیختن مذهبی ها شد و بحث ایجاج میرزا و اسلام ستیزی از یک سو شروع یک دوره 50 ساله دین جنگ دین و مذهب و روحانیت شیعه بسیار ملایم. اون موقع به این آقایونی که الان این جمهوری جور و ظلم آوردن که اصلا بها نمیدادن شد. اون موقع روحانیت شیعه دست آقای بروجردی بود که وقتی که میخواستن اون نواب صفوی رو اعدام کنن حتی اعتراض نکرد، یه جوری هم میگن انگار به شاه اوکی داد که این کارو بکنه. ببینید میخوام بهتون بگم 50 سال جنگیدن با دین و آخوندهای فوق العاده ملایم نتیجهش این شد که از سال 1320 تا سال 1357 اون 37 سال و 20 سال قبلش تقریبا نتیجهش این شد که یه حکومت این چنینی بیاد سر. اگر دوستان خوب من که اکثرا هم فوق العاده منطقی هستند مثل خود سهیلا خانم و شماها، اگر بتونید خودتون رو کنترل بکنید، مسلمونی که به امام حسین به عنوان امام و به عنوان منجی و به عنوان تقدس خیلی اعتقاد داره، خب میدونه اون امام خودش از خودش میتونه حفاظت کنه. هر چقدر دوستان من بهش توهین بکنن، من توهین به مقدسات بر نمیتابم به اون دلایل غیر مذهبی که گفتم، ولی اگر کسی جلوی من به امام به هر کسی توهین بکنه باش برخورد نمیکنم، چون میگم اون امام خودش توانا هستش که بخواد باهاش برخورد بکنه. به امام اینا این دینی که اینا میگن اصلا فرای اسلام کاری نداره به افراد دیگه. زمان حضرت علی تو خیابونا راه میرفتن میخوردن به هم، حجابی نداشتن. تفکر من اینه، شاید هم اشتباه باشه، ولی نفس کشیدن در کنار شما هموطنان با فرهنگم شاید باعث این بشه که من 10 سال دیگه آتئیست بشم. وقتی یه یارو آخوندی 40 سال پیش یه رساله داده هنوزم اونو میده، یعنی عقلش رشد نکرده. من شاید 10 سال دیگه اصلا مذهبم این نباشه، شاید 5 سال دیگه اصلا تفکرم این نباشه. من میگم یه جوری این درها رو باز نگه داری. این آقای سرخ جامه دوست من که اینجا فوق‌العاده آدم خشنیه، همه هم به خوشنط میشنسنش، این همه خودش رو نگه داشت یک کلمه حرف نزد. پس این توان تو ماها هست، ما آدم های جنگنده نیستیم. 4 تا پادشاه آخر ما هیچ کدوم تو مملکتمون نماردن. محمد علی شاه رفت ایتالیا مرد، کربلا خودش کردن، پسرش فرانسه مرد کربلا خودش کردن، اون دوتای آخری هم معلومه. ما آدم های جنگ طلبی نیستیم برای خودمون جا بندازیم. ماها با هم صحبت کنیم، دیالوگ کنیم، بچه ها میشنوم، مخلص همه تونم هستم. ممنونم آقا میخم، یادم اومد. ممنونم میسم عزیز، اما 4 دقیقه و 10 ثانیه صحبت کردیم، فقط خواستم در جایی بقیه مالای صحبت چند به هر حال من یادم اومد شما رو، اما الان اینجا من احساس کردم که شما جبهه گیرانه صحبت کردید، صحبتتون صحبت منصفانه چون نبود، یکم اکثر حال نشون دادم، وگرنه دیگه صبر کردی خوب شدم. صبر کنید مدیریت بابا رئیس. چشم مرسی که فضا رو متعادل کردید، من واقعا ازتون تشکر میکنم. برای دور دوم میریم. کرمیت جان صحبتی نداری؟ یاسر جان موسی میرسیم بهت. البته من یه چیزی هم اضافه، اگر دوستانی که صحبتی ندارن دوست دارم برن تو آدینس، لطف بفرمایید که بتونم هنرزیمو باز کنم بعد سایر دوستانو بیارم بالا اگر صحبتی ندارن. کرمیت و یاسر ظاهرن صحبت که خیلی زیاده، ولی خب ترجیح اینه که دوستان صحبت کنن. اگه از بگم یه مسئله کوچیکی رو بگم راجع به همین بحث احترام به عقاید و آزادی بیان. ببینید آزادی بیان کلا یعنی شما هر عقیده‌ای داری، هر طرز فکری داری، هر چیزی بتونی خیلی راحت بدون دغدغه بدون استرس بخوای توی جامعه بیان کنی، ولی خود این آزادی بیان هم یه سری محدودیت داره.
شما اگه تفکرات نجات پرستانه داشته باشی، اگه تفکرات زن ستیزانه داشته باشی، اگه راجب بردهداری بخوای صحبت کنی، اگه راجب کودک آزاری بخوای صحبت کنی، اگه به تبعیض نژادی اعتقاد داشته باشی، هیچ هر کدوم از اینها اگر در واقع جزء اینا هیچ کدوم شامل آزادی بیان نمیشه. یعنی شما به محض اینکه یکی از یه توییت مثلا راجع به یه همچین موضوعاتی بزنید بلافاصله اکانتت بند میشه. خط صدمی فیزیکی کلا ممنوعه، کلا هر مدل چیزی که همچین تشویق به خودکشی ممنوعه. اینا قانون‌هایی هست همه شبکه‌های اجتماعی هم رعایت میشه و محدودیت‌های استاندارد آزادی بیان هست. حالا این رو در نظر بگیرید، ما هممون میدونیم که این چیزها چیزهای بدی هستن، ولی مثلا فرض کنید همین قرآنی که در واقع ازش دفاع میکنن مسلمین یا همین اصول اسلامی، دقت بکنید هم نجات پرستی رو داره تبلیغ میکنه، هم زن ستیزیه، هم دستور کتک زدن زن داره، هم دستور قتل و غارت داره، هم دستور تجاوز داره، هم سکس با بچه توش داره. یعنی تمام اینها خودشون چیزهایی هستن که هر کدوم به تنهایی کافی هست برای اینکه قدرت بیان رو از این بگیریم. یه فقط به خاطر اینکه این یک مذهبه باقی مونده. یعنی یه سری تفکرات غلط و مخرب هست که واقعا مشکل دارن ایجاد میکنن. در سطح جهان هم نگاه بکنید، الان اکثر گروه‌های تروریستی پرچماشون نگاه کنید چیزهای اسلامیه، کتابشون همه قرآنه، قیافه‌هاشون نگاه کنید مشخصه، وقتی خودشون منفجر میکنن میگن الله اکبر. اینها واقعا ببینید به همین عقاید به خاطر آزادی که تونستن پیدا بکنن علارغم اینکه مبانیشون بر خلاف آزادی بیانه، به خاطر همین احترامی که بهشون گذاشته شده، به خاطر طرفداری که دارن، به خاطر ساپورتی که از طرف جامعه میشن، میتونن در واقع چیز کنن، عضو بگیرن، میتونن در واقع خودشون رو به اصطلاح چیز کنن، واسه خودشون طرفدارای جمع بکنن، یه به اصطلاح محبوبیت نسبی پیدا بکنن و کلا این کارها رو انجام بدن. این حالا یا تحت عنوان حکومت برای خودشون پیرو جمع میکنن، رأی میگیرن، یه حکومت میرن سر کار مثل ایران، یا به صورت گروهک های کوچیک مثلا جمع میشن واسه خودشون به روش پیغمبر مثلا حمله میکنن و میزنن و میکشن و برده میگیرن و تجاوز میکنن و کار این مدلی. ببینید واقعا به خاطر این هاست که ما میگیم باید بیان آزاد باشه، باید نقدشون آزاد باشه و باید حتی توهین آزاد باشه. این تقدس زدایی باید انجام شه. بخاطر که واقعا بزرگترین مشکلی که ما داریم توی جامعه امروز جهان واقعا اسلامه. بیشترین صدمه رو به جهان داره این تفکر اسلامی میزنه. حالا همه ادیان در واقع چیز هستن، محکوم هستن، ولی اسلام واقعا از همهشون مخرب تره، حداقل تو جامعه کنونی که فعلا ما داریم توش زندگی میکنه. ممنون ازتون. خوش آمد میگم به سامان عزیز. سامان میدونم که بحث تو داشتی گوش میکردی، اگه صحبتی داری میتونی بکنی تا من ادامه دوستان رو برم. بله، درود بر همه عزیزان. بله من یه چند دقیقه اول بحث رو نبودم، الانم توی رانندگی هستم، یه جایی نگه داشتم کاری انجام بدم، لذا تا برم به مقصدم برسم یک ساعت دیگه است. خیلی لطف کردیم، من زمین درود و عرض ادب خدمت همه حضار، همین 3 دقیقه رو حرف میزنم بعد میرم پایین و بازم گوش میکنم کل بحثو. خیلی از حرفا دوستان زدن، خیلی مطالب گفته شد و قطعا بازم گفته خواهد شد، اما نکته کلیدی که من میخوام بگم، ببینید عنوان اتاق این نیست توهین به مقدسات، توهین به عقیده است. برای خود من سامان هر عقیده ای، من همیشه سوال میزنم، میگم یه نفر به خورشت سبزی علاقه‌منده، یه نفر به خورشت بادمجون، یعنی اصلا مهم نیست این عقیده چیه، شما میتوانید با جفت پا بروید توی اون عقیدهش، درست شد؟ و همین حرفی که الان من زدم عقیده منه، بنابراین میتوانید جنابایی با جفت پا تو عقیده منم بیایی. کسانی هستن که توهین به عقیده خودشون رو توهین به خودشون حساب میکنن. ما با اینها مشکل داریم، فارغ از اینکه مذهبی باشد یا نباشد، ولی همه ما میدانیم که مذهبیون عموما و بلخص و بیشه دوستان مسلمان اینطوری هستند. این نکته اول درباره که شما وقتی میخواید درباره عقاید صحبت کنید الزاما عقیده به معنی دین نیست. نکته دوم این است که ما برای خود اسلام که درگیرش هستیم و به قول کرمیت به ترتیب جامعه ما ازش صدمه خورده، میبینیم که بسیار 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 توهین شده. وقتی در قرآن گفته اولائک کالانعام، یا نمیدونم مثل سگ نمیدونم مریض هستن، مثل شتری هستن که نمیدونم آتش دارد، اینا رو به کفار نسبت داده، بعد مثل میگوید که بگوید به قرآنی که به تو توهین میکند احترام بگذار.
اینم خیلی مهمه وقتی میخوایم وارد بحث مذهبی بشیم، این به ویژه اسلام که تسلط بیشتری بهش داریم. حرفای دیگه هم هست بزنم، قطعا نکات خواهد بود. من بازم به بچه‌ها گوش میدم، به همه دوستان حرفایی که میزنن. الان میگم چون رانندگی دارم میکنم، میرم پایین دوباره گوش میکنم. مرسی منو ستاره دار کردید، ولی بیشتر از این جایز نیست، مزاحم نمیشم. مرسی ازت مامان جان. آقای ناصر یه لحظه اجازه بدید، خیلی جا به جا شد، یه لحظه بذارید من رفرش کنم. یغما شما هست فکر کنم، ناصر اوکی شما هست در هست نوبت یاسر، اما یاسر فکر کنم ناصر وی پی انش قطع وصل میشه. بله. فکر کنم میره و میاد. بله دوستان مدیر، من نمیتونم برم پایین، اگه ممکنه یکیتون منو بفرسته پایین، من دیگه صحبتی ندارم. چشم آسایی ناصر میتونی صحبت کنی؟ من مجدداً عرض قبلی ما تکرار میکنم، معتقدم بایستی بین تفکر و عقیده تمایز قائل شد. تفکر مبتنی بر استدلال، مبتنی بر برهان، یک نوع کنش متدولوژی که در جهت فهمیدن تفکر محترم، احدی حق نداره متعرض تفکری بشه. افراد با هر تفکری که باشند محترمند. تفکر ممکنه یک کسی از مبادی تفکر برسه به بی خدایی، یک نفر از مبادی تفکر برسه به خدا باوری و اسلام باوری، جفتشون محترمند. منتها عقیده چیزی که نه خیلی محترم نیست. عقیده چیزی که مبتنی بر دلخواه، مبتنی بر لذت طلبیه، مبتنی بر اعمال سلیقه و اعمال غرض، این محترم مطلقا نیست. همونطور که دوستان گفتند میشه به عقیده حتی متعرض شد. میدونم تو صحبتت، من یه سوال ازت دارم. بفرمایید. اگه تفکر وجود داره در راه رسیدن به اسلام و خدای اسلام الله، پس چرا شما مرجع تقلید دارید؟ مرجع تقلید بهتون که این کار بکنه کار نکن، خودتون اجازه فکر کردن ندارید. عرضم به حضورتون که تقلید چهار حالت گوناگون داره. ما تقلید داریم، تقلید جاهل. ببین حالتهای تقلید رو که من نخواستم که دوست عزیز عرض میکنم. شما معتقدید که باورهاتون رو با تعقل بهش رسیدید. من سوالم از شما اینه که اگه شما تعقل بر مدار تعقل در واقع باورمند هستید، پس چرا مرجع تقلید دارید؟ ما در اصول دین و در باورها تقلید از کسی مجاز نیستیم که بکنیم. اصول دین میبایستی بر مبنای تفکر باشه و هر فردی خودش میبایستی این راه رو با پاهای خودش طی بکنه. تقلید در فروع دینه. دین شما که به اصول دین برسید در مطلقا تقلید رو قبول نداریم. تقلید در اصول دین باطله. تقلید در فروع دینه که اونم از جنس مراجعه به متخصصه که یک امر عقلاییه، مثل مراجعه بنده به پزشک. به کی؟ به همون بخشی که شما ازش تقلید میکنین، اون احکام فروع دین منظورشون. به اون احکام عرضم به حضورتون که اگر محرز بشه اون احکام منتسب به خداست، منتسب به دینه و کسی قبیح‌تر از اون از مبادی عقلی به وجود خدا و پیامبر باورمند شده باشه، خیر، توهین به اونها مطلقا جایز نیست. منطقه میتونه شبهه مطرح کنه. نکنیم کسی میتونه اسلام رو قبول نداشته باشه، کسی میتونه اسلام رو نقد بکنه، کسی میتونه باورهای مسلمین رو مورد نقد حلاجی قرار بده. منتها توهین با اینها تفاوت داره. ناسزاگویی مجاز نیست، همونطور که سوال کردن محترمه. حالا من اینو میخواستم میگم، قرآن نکنیم به صراحت میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده بندگانی را که نظرهای مختلف رو میشنوند بهترین رو برمیگزینند. اینجا فارق از نتیجه، هر کسی پیش داوری رو بذاره کنار، واقعا گوش شنوا داشته باشه، واقعا تحقیق بکنه، پیش بره، به یک نتیجه ای برسه، ولو اینکه اون نتیجه خدا ناباوری باشه، قطعا از نظر من مسلمون محترمه و فردای قیامت، قیامتی که من بهش معتقدم، خدا او رو مؤاخذه نخواهد کرد. منتهای مراتب عقیده عرض کردم متفاوت از این هاست. عقیده یعنی پیروی کورکورانه. قرآن کریم به ابراهیم امر میکنه تبر دستت بگیر برو بتخانه، بتهای کفار را بشکن. چرا؟ چون این مبتنی بر استدلال نیست، مبتنی بر عقیده است. در خود قرآن داریم وقتی ابراهیم این کار رو کرد، کفار اومدن گفتن برای چه این کار رو کردی؟ ابراهیم گفت من این کار رو کردم، تبر رو دوش بت بزرگتونه. اونها گفتن بتی که حرکت نمی کنه چطور میتونه اینها رو بشکنه؟ ابراهیم گفت چطور شما
عرضم به حضورتون بالا داستانشو تعریف نکن، داستانشو ما هم میدونیم ناصر جان، چون وقتی تام گذشته عبارت قرآن، عبارت قرآن اینه، بله عبارت قرآن اینه، فرج و لانفسهم، اینا وقتی استدلال ابراهیم رو شنیدن رجوع کردن به خیشتن، یعنی از عقیدهشون بیرون اومدن رفتن تو فاز تفکر کردن. یک اما درباره روایتی که دوستمون گفتن راجع به وقت تموم شده عزیز، یک نکته بگم راجع به روایتی که دو تا خوندن راجع به حلال زادگی و حرام زادگی. ببینید محبت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب غیر از ولایتشه، اهل سنت ولایت علی رو قبول ندارند، خیلی ها ولایت علی رو قبول ندارند، اما خود اهل سنت محبت علی رو دارند. خیلی ها ممکنه عرضم به حضورتون در خارج از کشور باشن، خیلی از اتئیست ها ممکنه که علی رو اصلا قبول نداشته باشن. من گرفتم 20 ثانیه دیگه داری دیگه که میگم و ببندی. این که میگه محبت به علی معیار ایمانه و کسی محبت نداشته باشه حرامزاده است، یعنی کسی به اون مشی علی ابن ابی طالب که انسانیت اخلاق انصاف جوانمردیه، نه خود علی، به این گزاره ها اگر ایمان نداشته باشه و از روی عدم اعتماد ایمان به اینها بخواد به علی متعرض بشه، اون بله از نشانه های حرامزادگیش محسوب میشه. که الان فیلم مثلا به هر صورتی داری تولید میکنی دیگه. نه 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 ببین الان یه سوال از تو دارم، من خودم میخوام بدونم الان من بابک، خب الان سوال برای من خود من بابک، من باید به کدوم قسمت دینتون احترام بذارم؟ من برام سواله، نمیدونم کدوم قسمت اسلام باید احترام بذارم بهش. بابک جان همین آی... همین الان تو صحبت همین آی... گفتی که ناصر صف کن، همین الان تو صحبت گفتی که حرامزادگی و حلالزادگی، حرامزادگی بله. نجس شمردن کسانی که از این خارج میشن از این اسلام، یعنی که اصلا به دین اسلام باور ندارن، آیا اینا فحاشی نیست؟ و داستان ابراهیم رو که گفتی، من اگه روبروی تو اون جمعیت روبروی ابراهیم بودم قطعا بهش میگفتم که اگر که تبرو دوش بوت بزرگه این وسط، من فقط اینو متوجه میشم که تو یک دروغوی بزرگ هستی، یعنی این داستان های خیلی بچگانه است، یعنی من حتی وقتی که زیر سن بودم متوجه میشدم خنده دار بودن اینها رو. به قول بابک ما به کجای این مسائل و احترام بذاریم؟ نه جناب ابراهیم میخواست نشون بده که بوت های اونها فاقد کارایی هستند و یه طوری نشون میده که نه دروغ بگه. نه حالا اسم این دروغ نمیشه گفت، اون یه بحث دیگه است. ببینید ناگه همین آیه شریفه که اگر اجازه بدید دوباره برمیگردیم به دوستان دیگه بریم، چون نزدیک 5 دقیقه هم وقت فقط جسارت چون مباحث کله من در خدمت هستم. ببینید آیه ناصر فرمودن که توهین به تفکرات و توهین به عقاید، توهین به تفکرات میشه کرد. ببینید وقتی که یک چیزی رو یک فردی به تفکر به دست میاره، تفکرات ممنوعه، توهین به عقاید مجازه. بله تفکر همون. محترمه همون. خب تفکری که شما محترم میدونید، اتفاقا من میگم وقتی که یک نفری به یک تفکری توهین میکنه، هیچ چیز عجیب غریبی اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه اون فرد ببینید 2 به اضافه 2 میشه 4، این با تفکر به دست میاد. حالا اگه شما این مسئله رو توهین کنید بهش، برای من خنده داره، ولی وقتی من براشفته میشم که به اعتقادات من توهین شده باشه، من حالا معتقد رو دارم میگم، من متعصب رو دارم میگم، من نوعی، پس اینکه شما میفرمایید به تفکر نباید توهین کرد، اتفاقا من توهین که بکنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته، چون هر جوری هم توهین بکنی 2 به اضافه 2 4 میشه. اگه میشه من یه در ادامه یه صحبت آقای ناصری یه نکته کوچیکی رو بگم. من فلسفه صحبتشون رو درک میکنم از داستان بت‌ها. ایشون میگن که ابراهیم زد بت‌ها رو شکست، تبر رو گذاشت رو بت بزرگ، که در واقع این یه کنایه بود به مشرکین، که مثلا اونا اومدن گفتن چرا بت‌ها رو شکستی؟ گفت من نشکستم، بت بزرگ شکسته، که اونا بگن بت بزرگ که کاری نمیتونه بکنه. بعدم ایشون برگرده بگه خب کسی که حتی عرضه نداره مثلا کاری بکنه چرا میپرستیدش؟ یه همچین فلسفه‌ای فکر می‌کنن، درست آقای ناصر؟ بله دقیقاً همینطوره. اوکی خب حالا من یه سوال از شما دارم. ببینید من کرمیت، من میام به قرآن، به نمیدونم تمام ائمه، به پیغمبر، به 124,000 پیغمبر و هر 1,000 تا خدایی که تو همه ادیان داریم و به کل 10,000 تا مذهب شناخته شده توهین میکنم. اوکی آیا مثلا من نوعی الان 14 ساله دارم این کارو میکنم، من سنگ شدم، من سوسک شدم، من چی شدم، چه بلایی سر من اومد، کدوم از اینا از خودشون دفاع کردن؟ آیا همونطور که شما میفرمایید اون کفار بعد از این جمله حکیمانه ابراهیم واقعا رفتن تفکر کردن، فهمیدن بت‌هاشون به هیچ دردی نمیخورن، آیا
این به اصطلاح پیروان این همه ادیان نباید دقیقاً بعد از همین کاری که من دارم میکنم واقعا برن تفکر کنن ببینن این هیچ کدوم از اون خداها و هیچ کدوم از این ائمه و هیچ کدوم از این کتابهای مقدس و هیچ کدوم از این ادیان قدرت دفاع از خودشون رو نداشتن و هیچ کاری نکردن؟ آیا همه اینها حکم همون بت‌هایی رو ندارن که هر روز دارن به دست ما من و امثال من دارن شکسته میشن، داره توهین میشه بهشون و قدرت هیچ کاری رو ندارن؟ پس چرا چنین چیزهایی رو میپرستید که حتی کوچکترین قدرت دفاع از خودشون رو ندارن؟ چرا این چیزها مقدس هستن؟ چرا فکر میکنید مثلا اینا و انقدر قدرتمندن وقتی یه برگ بدون اجازه هیچ کدومشون قرار نیست بیفته به زمین؟ قدرت اینو ندارن که مثلا یه بشکن بزنن کرمیت ناپدید شه؟ پس اگر واقعا این در این حد قدرت ندارن، اگه نمیتونن مثلا چیز کنن، من شخصا از طبقش دید شما من دارم هر روز عده زیادی رو گمراه میکنم، به عده زیادی دارم توهین میکنم، دارم مرتکب چیزای زیادی میشم، چرا واقعا مثلا خدای به این بزرگی نمیتونه چیز بکنه، هیچ مقابله من از خودش نمیتونه دفاع بکنه؟ این دقیقا همون مثالی که دارید میزنید به عقیده من میرور خودزنیه. فقط خود دقیقا دارید اینو جای چیزها رو، فقط اگه جای بت‌ها رو با مقدسات عوض بکنید عملا من حکم ابراهیم داستان شما رو دارم. اگه قرار آخرش به تفکر ختم بشه باید در واقع نتیجه‌ای که گرفته میشه دقیقا برعکس چیزی که